درود به های میدان و تای میدان، خوش آمدید و 14 روز سفر ما در بام دنیا خوش آمدید. البته که ناراحت هم هستم به خاطر از اینکه در این برنامه ناگزیر هستم که از بام دنیا، از پامیر زیبا خداحافظی بکنم. البته که یک سفر پر از خاطره بر ما هم بود و آرزوی زیرا دارم که برای شما هم خوش گذشته باشه و در یک فضای گرم کنار خانواده هایتان به سر ببرین، خوش و خندان و سرحال باشین. خب دوستا، امروز در این برنامه ما قرار است تا آخرین نقطه افغانستان، آخرین نقطه بام دنیا شما را همراهی بکنیم. قدم زده میریم، ابتدا از یگانه مکتب دیدار می داشته باشیم که در این منطقه قرار داره و اطفال این سرزمین، اطفال قرغز ما مصروف درس و تحصیل و تعلیمشان هستند و بعد از او میریم به یکی از قطنهای دیگه هم سر می زنیم، با رسم و رواج مردم ما بیشتر آشنا میشیم و می بینیم کمی خرگاهش خود چگونه آماده می کنند، چقدر زحمت و مشقت داره. ضمن از او با صنایع دستی هم می پردازیم، روش صحبت خواهیم کرد و بعدش طعم غذای لذیذ قرغیزی ما را مزه می کنیم و میریم تا آخرین نقطه افغانستان. البته که راه صعب العبور است، ممکن که امکانات نیست که ما با موتر مسیر ما را منزل بکنیم، شاید با غشگاو یا هم با شتر و اسب به منزل ما ادامه بدیم. پس کافی است که شما هم در این سفر پر از هیجان و پر از لذت ما را همراهی بکنین و خاطرهای بسیار خوبه ثبت دفترچه خاطرات ذهنتان بسازین. تشکر میکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسانهای قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی باقی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. یک چیز کوتاه را میگم، یادم نره، اینقدر پرنده های خوشخوان ما در اینجا دیدم که باور بکنید که ما فکر میکنم که شاید نسلشان حتی در جهان نباشه جز پامیر زیبا. و خوشبختانم که هیچ هموطن ما در اینجا شکار نمیکنه، این هم جای بسیار خوشبینی است. دوستای عزیز، در این قسمت هم آمدیم به مکتب متوسطه مناره در پامیر خورد تا بیشتر در رابطه به این بدانیم که چند مکتب در پامیر ساخته شده و چقدر اطفال این سرزمین هموطنهای قرغز ما مصروف درس خواندن و تحصیل هستند. با وجود از اینکه مکاتب خیلی فاصله دور داره، فرسنگ ها فاصله میان امو خرگاه ها تا مکتب است، ببینیم که آیا میتونن آمده یا خیر. بیشتر صحبت ها را همراه مدیر صاحب لیسه در امی فضای مکتب می داشته باشیم و از داخل مکتب هم تصاویرش هم می بینیم. خب دوستان عزیز، فعلا در امی صحنه یا هم اولی مکتب هستیم. استاد شنبه خیبری هم در کنار ما هستن از ولسوالی واخان و اینجا در خدمت همه مردم پامیر ما و اطفال قرغز ما قرار داره. استاد، اگر کدام سلامی کلامی داری؟ من اولا سلام خود را خدمت شما و از طریق شما و رادیو تلویزیون و تمام ملت افغانستان تقدیم میکنیم. اینجا پامیر خرد است و مکتبی به نام مکتب متوسطه موسی خان است که در اینجا تقریبا ما 3 نفر معلم ایفای وظیفه میکنیم. خو 3 نفر است معلم؟ 3 نفر معلم است. این مکتب تا صنف 9 است دیگه؟ این مکتب تا صنف 9 است. خو در کدام سال این مکتب ساخته شد استاد؟ این مکتب در سال 87 تاسیس شده در پامیر دیگه، قطن به قطن بوده در وقت و زمان که معلم ها در قطن ها درس میدادن. بعد در 95
91 مکتب جور شده و بعد از 91 در این مکتب ما شروع به درس کردیم که تقریبا 14 و 15 سال میشد از این مکتب. بسیار خوب. در پامیر خورد در مجموع چند مکتب است برای اطفال سرزمین؟ در پامیر خورد دو مکتب است، یکی به نام بدای گنبد است و یکی به نام مکتب متوسطه موساخان است که این فعلا که ما در اینجا قرار داریم. خب یعنی دو مکتب قرار داره. فاصله از بدای گنبد هم تا اینجا فکر میکنم اضافه تر از یک روز باید منزل بکنی تا که به این مکتب برسی، همین رقم است نه استاد؟ زیادتر است، از بدای گنبد تقریبا دو روز را بزنی که به اینجا برسی به این مکتب. و کسایی که در این مکتب 4 شورا هستن و در این 4 شورا یکی به نام کوکتروق است که تقریبا یک روز را است که سبکی از 8 بجه حرکت بکند و 4 بجه خودش به اینجا برساند به درس بیاد. بسیار دور است، راه های اینا دور استن. و در زمان پیش که بود اینا لیلیه داشتن، آشه اینا را می آوردن و در اینجا بود لیلیهشان. آره، دمیجا داخل نمیجا هم درس می خوندن و هم شوباش اینا همیجا بودن و تقریبا 4 سال میشد که لیلیه اینا نیست و از طریق دولت نمی آید، به اینا کمک نمی شد و روز به روز مکتب رو به ضعیف شده می رود. خب طبیعی دوست آدم خیلی ناراحت میشه زمانی که یک روز را باشه تا ای که به مکتب برسی و اینجا هم امکانات زیاد نیست. منظورم از خدمات ترانسپورتی است، منظورم از این است که بیشتر اطفال حتی یک مرکب هم ندارن که با او خود تا مکتب برسانن. خب طبیعی است که با پای پیاده میآیند و این باعث ازی شده که بیشترشان چون میرن به مو چراگاه ها از درس و تحصیل هم محروم بانن. باز درس ها درست درشان داده میشه برای اطفال یا ولا درس ها که به مو قانون و قاعده ریاست معارف و وزارت معارف باشد این رقم به پامیر تدریس نمیشد، چون یک در نو صنف چی رقم ده تمعلیم یا سی معلیم درس بتد، کدام مضمون مضامین درس بتد. یکی یک کار میکنیم که دیگه تیر شود و این هم خکب است. مواد درسی لازم است میای از طرف وزارت معارف به پامیر؟ منظورم از کتاب است، قلم، کتابچه؟ یم سال دفتر یونسف یک کم قرطاسی باب و کتاب آورده بود در این مکتب. دیگه این مکتب نی چوکی دارد، نی میز دارد، نی هیچ موادی که از ریاست معارف در این مکتب نامده گیست. ما ندیده این تا یعنی قلن. داخل خب دوستا و تصویر میبینیم دیگه که چیز زیادی موجود نیست و اطفال خیلی هم با مشکل در این هوای سرد که اصلا آدم نمیتونه که در یک اتاق تا زمانی که بخاری روشن باشه گزاره بکنه. می رقم است نه استاد؟ سخت است. بخیر باشین استاد، چی پیام داری، چی گفتنی داری؟ ما فقط خواستیم که یک بار بیایم اول استادای عزیز ما رو بگیریم که شما هستین که ما هستیم و شما هستین که همه مردم افغانستان به دیده قدر شما را میبینند و احترامتان را دارند. دیگه این تشکر از شما که شما ما را خبر گرفتین و در این هوای سرد. قربان شما استاد. سلامت بفرمایید. خب دوستا آمدیم از این مکتب متوسطم در پامیر خرد دیدار کردیم. امروز هم پامیر یک روز خوشایند است. آب و هوای بسیار خوب، گاه ابری و گاه هم آسمان صاف، خیلی هم خوشایند است. با ما همراه باشین و از داشته‌های ما در این سفر هم لذت ببرین. البته که داشته‌های زیادی را مد نظر گرفتیم تا قسمتی که تا آخرین نقطه برسیم تقدیم شما اجرا بکنیم. فراوان است تمام شما دوستا و عزیزا که تاییدم ما را همراهی کردین. آهسته آهسته بام دنیا هم به پایان میرسه و ما در قطن قرادمیر قرار داریم فعلا
و در کنار ما هم رئیس صاحب عبدالغفار خان است که رئیس همین شورا است. دیگه تا بیشتر هم رایشان صحبت داشته باشیم، هرچند که پیش ازی سر زدیم به یکی از مکاتب، دیدیم که استادای عزیز ما با چه چالش های زحمت میکشند تا اطفال قرقیز ما از درس و تحصیل محروم نمانند، و همچنان مشکلات دانش آموزا را هم دیدیم که یک روز با پای پیاده باید منزل بکنند تا ای که به مکتب برسند. حالا هم در این قطن آمدیم تا احوال از این هموطنهای ما را بگیریم، باز دوباره مسیر ما را هی میدان و تی میدان ادامه بدیم. رئیس صاحب خوب هستین؟ ساعتتان خوب است؟ شکر شما خوب هستین، بخیر اومدین. سلامت باشید. بام دنیا. بام به دنیا، بله بله. خب رئیس صاحب عزیز، برای ما بگوین که این شورا چند قطن قرار داره؟ در کدام دره ها است؟ چهار قطن قرار داره، چهار قطن. خب بسیار. یک شمی داره است، یک شودر است، یک شمی پایانتر است. خب نام نداره این دره؟ دارد، کلمازر نام داره، مقر نام داره. آها. سیکم نام داره، جرقابچل نام داره. چی نامایی است؟ خب از این بار ما بگو که چقدر خانه است در این چهار قطن ما؟ 22 خانوار است. 22 خانه. ضمن از او چقدر نفوس چیست؟ نفوس 140. 140 نفر. خب طبیعی دوستا به خاطر از این که هموطنهای ما مالدار هستند، باز به خاطر در هر قطن یا هم هر قریه دوردست اینا قرار میگیرن به طور پراگنده، یعنی سه یا چهار فامیل تا بتانن درست همو معاشی هم تغذیه بکنن و از او درست همو لبنیاتش هم بگیرن و استفاده بکنن. ما پیشتر از مکتب آمدیم، از اون مکتب تا اینجا دیگه یک روز راه است. یک روز راه است، بله یک روز راه. اطفال اینجا چطور درس میخوانن نمیخوانن؟ شاگرده میروان اونجا. خب حالا میرن فعلا؟ ها میرن. ها بسیار خوب. کلینیکتان چند روز دور است؟ کلینیکم از وقتی دو روز راه است. با اسب؟ اسب که دو روز میره. دو روز راه است. که برای دیگه که شب هم دینمی راه های سرد، بخصوصی که زمستان میشه، با زمستان که برف باشه خواه اسب هم نمیره. او اصلا نمیره. خواهی توکل با خدا دیگه میشینیم در خانه مرزم باشیم. در کلینیک رسیدن نمیتانیم. امکاناتش نیست که نزدیک زمستان که میشه همه کوچکشتان یک کمک برین به طرف جایی که نزدیکتر باشه با خب مرکز سیب؟ نه امکانات نیست، یا مشکلات زیاد هست. پیسر مینو مال جا نمیشد، ازون پیدا نمیشه، بسیار مشکلات زیاد دارم. و بعد از این قسمت، قسمت های هم از دوستا که امکاناتش نیست که با موتر هم رفت آمد صورت بگیره، باز هموطن های ما از این بعد با خشگاو، با شطور و با اسب مسیر خود ادامه میتن و میرن تا ای که به ما قطن های دیگه برسن یا هم به ما هدفی که دارن نزدیک شون. خب رئیس های بینجم خنک زیاد است، خودتان ببخشی که مزاحمت هم شدیم. دیگه دوستا هم میفهم که تمامشان آرزوی زیره دارن که یک خرگاه را درست به معرفی بگیریم. ای که چوبش از کجا میایه، ای که از پوست کدام حیوان همی اطراف و چهار اطرافش پیچانده میشه، دیگه چه قسم باز و بسته بندی میشه. انشالله کم شه برای ما معرفی میکنی. بسیار گپ خوب است، ما در خرگاه نمیریم. خب بریم، در خرگاه میریم دیگه. بریم بخیر. دوستان عزیز، حال آمدیم داخل یکی از خرگاه های هموطن های ما که در اینجا هم چند لحظه صحبت بکنیم، چند لحظه همراهشان بشینیم. هرچند که بیرو آب و هوا بسیار زیاد سرد بود، ولی این بخاری با سه چاینک فضای همین خرگاه را گرم ساخته و شورچای هم که هموطن های ما لطف کردن که با او هم همین مزه بکنیم چای از این قریه ما را. دیگه قاری صاحب اسماعیل هم در کنار ماست، حاجی صاحب بزرگوار از بزرگای همین منطقه هم است در کنار ما تا چند لحظه صحبت داشته باشیم. بفرمایید صاحب. خب قاری صاحب خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلام کلامی برای هموطنای ما هم دارین که امروز خدمتتون است. سلام در قدم اول به خود شما و به همکارایتان. بسیار زیاد تشکر. از طریق تلویزیون شما به تمام مردم افغانستان، به تمامی چه در خارج چه در خارج داخل که باشه سلام تقدیم میکنم. امیدوارم که همه هر جایی که هستن جور صحت سلامت بوده باشن و لباس یافیت برتن داشته باشن. خوش آمدین به پامیر. قربانتان. سلام باشین. چای سیاهی که واقعا من هم ضرورت داشتم به یک گلاس چای سیاه،
کمی وجود ما را گرم بسازه، باقیت زیاد هوا سرد است. قاری صاحب چی خوب است اول بر ما در رابطه به می خرگا بگوین یا هم غجدی، ای که چوبازی از کجا می آید؟ چون ما در پامیر حتی یک نهال هم نمی بینیم، چی برسه به ای که درخت های زیاد باشه، جنگلات باشه که از او هموطن های ما قطع بکنن و استفاده بکنن. تشکر، سلامت باشی باسد جان. چوبی از ایره که هست ما از ولسوالی واخان از سرحد که هست از جا می خریم. ایره اول تراش میکنه، میمانه خشت شوه، بعد از او اگر ما پارو امی از داخل قطن جارو میکنه، همراه با خاکستر یک جا کود میکنه، و جا یک سنگ داره که باز امون اوستا و با امون رقمش چوبا را اوق میگه میره ما اوق. او جا میبینی کمرش ایت کچ کده. بله بله. ای را باز جور میکنه. چقدر مصرف میخوره؟ چون تبادله خو اینجا میدانم که جنس به جنس است. یعنی یک خرگاک شما آماده میکنین از اینش چقدر است؟ اینمی در پول افغانی دیگه تقریبا یک لک. یک لک. شاید از یک لک هم با بالا بره. یعنی چند دانه خشکاو میتیم؟ دو دانه نر خشکاو کلان میتیم که ما یاگوز میگیم برش. آها. او دو دانه بری از او میتیم و اوستای که را جور میکنه دیگه ده دانه گوسفند تقریبا او میگیره. خو ده دانه گوسفند میگیره که را یک بار جور میکنه. چوبه میاریم ما ده او تحویل میتیم و ده دانه گوسفند میگیره برای ما درست میکنه این رقم. خو خو. در سابق ما یک رقم دروازه داشتیم که از غمچه خود ما درست میکردیم. خو خو. حالی بلی فعلا که حالی دروازه مروج شده و دروازه رو استفاده می نمی کنیم بخاطر که باز و بسته کردن از یک ذره سخت است. سخت است. این بکس های کس از هر فرد خانواده است یک یک بکس یا نه چی رقم است؟ نه این که اصلا متعلق به خانواده ای که داخل همی خیرگاه زیست میشه زیست میکنه یا می باشه مربوط به مو است. دیگه این توشکایش است. دیگه اینم به می ترتیب و اینم انانات اینم رسم رواج ما مردم است که نمی رقم ده می خیرگاه می چینه. بسیار خوب. حالا روی همی لباس های اصیل قرغیزی ما هم کم صحبت بکنیم خوب است. بله. دیگه ما لباسایی که سابق بود این در جان حاجی صاحب که است پتلون یه هم ساختی خودی از یاست. خو ساخت خود مردم خودی هم میجاست. خودی از مردم هم میجاست. حالی در سابق که بود ما مردم پتلون کرتی خود ما جور میکردیم. یکی در مسئله کلا ما سه نوع کلا داریم. اینی را ما شپق میگیم که به اصطلاح زبان فارسی تاقین میگه برش. تاقین ما با تاقین سایر اقوام مختلف دیگه یک تفاوت خود داره. بسیار تفاوت داره. بله. دیگه ما از یک چیز دیگر به نام قلپق میگیم که اینه ای است. اینی هم قلپق. 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 آها. این راکه است. این هم اینجا جور میشه؟ اینجا جور نمیشه. سابقا جور میشه دال جور نمیشه. خب. چون که همی اصل آیستا آیستا کم شده است. این دیگه در هر فصل سال هر رقم در فصل سال است. بله. از کدام فصل است؟ این که از مخصوص در ماه نمی تابستان در گرمی این اردش که است مخصوص این ردمی خانه و این سوسو می پوشیم. این رد افتاد. این رقم میمانی میشه و یگام جای مجلس و بزرگا که میشه بعد از اون می پوشیم. خب من میفهمم یک دونه ازی پیدا میکردم چه قمر مقبول میگم. و یک کلاه دیگه ایجا داریم که در فصل زمستان که مخصوصا وقتش عالی است که در وقت گرمی است چی سردی است که باید ایره بپوشین. خب یکی از این به این شکل است. ایره میتونین شما سر کنین چون که شما از حال هوا و به هوای پامیر خبری نداشتین. آها. ایره سر کنین من حیثی توفه اینا چیز که از یک او طرف اگر شما بروین. آها. شما هوا خیلی سرد است نمیتونین این رقم. خب مریض میشین. ایره باید بسر داشته باشین. ایره بسر داشته باشین. یه هم خیلی یک کلاه مقبول و از اون نزو بسیار خوب گرم هم است. مرا چی تو میگه؟ نه تو خوب است نام خدا. خدا نیکم مبارک کنه برای. تشکر لالا. خب فعلا خوب بود خوب باشه. این قمچی که است خدا ما جور میکنیم امیره. خوب بسیار اینه. خوب. این قمچی نه است پس. قمچی نه است پس. بسیار خوب. دیگه این مسی. اون مسی. این مسی هار که است حالی فعلا خوب. از بیرون پای میکنیم از بیرون میاد. سابق خود ما جور میکردیم، مستیر هم جور میکردیم، با یک چیز دیگه چموس میگه که او هم جور میکردیم. خب با پای که پوشیدیم. در پای پوی میپوشیدیم. حالی که فعلا حالی هم پاره میشه که جور کردن میدن. خب آجی صاحب میگه که حالا هم که خراب شد هرچی شد ما خود ما جور میکنیم. آجی صاحب کس از بزرگاست، کسی است که تجربه داره و می با مول لباس و عرف و عناناتی که گذشته و گذشتگان و نیاکانشان داشته تا فعلا او را زنده نگه داشته و به می جوان های امروز هم درس داده. بسیار خوب. در رابطه به این میشه بگویم این لباس او چیزی اسب است. جلی اسب است. جلی اسب. نام او را ما تیکک میگیم. آها. این را برای ما یک بار بتین لطف کنین. آها. این جلی اسب دیگه بسیار نامی هم است. بله. جلی اسب قرغیزی.
یه تیکک نام داره. ایره وقتی که ما وقتی که عروسی میشم یک جای دختره که مثالش به یک کسی به عقد زواجش میتن و وقتی که دختره که از خانه پدرش میبرن به خانه شوهرش باید اسب سوار میکنن، ایره دمو اسب جل میکنن. قیمت از اینجا یک امو ماده خشکا واسه دیگه تپل چقدر میشه دیگه برا ما نمیفهم. یعنی ما که از دوستای دیگه پرسیدیم در حدود 25 تا 30 هزار افغانی قیمت ایره که هست. این مورایش هست؟ این مورایش هست دیگه، از این مورایش هست که دستوزی شده. ایره همی خانمای مادرای ما همشیرای ما ایره خودش درست میکنه دیگه. اینی تمام قسمت هاشه؟ اینه 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 حتی اینه میشه ایشه درست میکنه. ایش هم درست نکنن؟ ایش هم درست نکنن، این کلش ساخته دست است. بسیار خوب، این هم خیلی مقبول است. مقابل ما کس این چی است؟ او اشقانه هستم. اشقانه، این اشقانه به چی استفاده میشه؟ این که هست، در پشت اشقانه که هست ما معمولا شیر، ماست، قیماق، روغن، این چیزها رو پشت سر میمانیم، نه؟ خب این که هست، یک بخاطر یک نمودش هست، یکی دیگه این که هست دمو قسمی که خطان میبینین این بسیار کار داره. قیمت ازی هم از یک ماده خشکا و چند دانه گسپند است. ایره مادرای ما میشینن به فرصت دانه دانه دمو یک دانه مو چیزش خاص میگیم به اصطلاح فارسی دو امو تار تاب داده تاب داده بالاخره اون تی یک دیزاین به خط میگیره و ایره میگن حشقنه به زبان قرغیزی. خب بسیار خوب، این هم خیلی زیباست دوستا، به تصویر میبینین که یک رنگ و رخ دیگه داره که خیلی هم زیبا و دیدنی معلوم میشه. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم قاری صاحب، جوان عزیز قرغز ما که معلومات بسیار خوبه در رابطه به می صنایع دستی هموطنای قرغز ما به دسترس ما قرار دادن و صحبت های بسیار خوبم در رابطه به خرگا یا هم غشتی کردن. تشکر قاری صاحب. تشکر از شما، سلامت باشین. تشکری بسیار زیاد، سپاس فراوان. از کابل تا اینجا خیلی راست، خیلی راهام. این راهایی که میایین بسیار با آسانی نیست، شما خودتان دیدین دیگه. تشکر زیاد، تشکر از همکارانتان، تشکر از تلویزیونتان دیگه. شما و همکارانتان مهمان ما هستین. ما مردم یک مهمانی که یک جای بره اون مهمان دیگه تا که از ما یک مال برش ذبح میکنین، تا که مهمانی ما را نخره، تا که یک نان ما را نخره، نمکدان ما نمکش نچشه رفتن نمیتونه. بسیار زیاد تشکر میکنم. ولی می دیشب مهمان بای صاحب عبدالدین بودیم دیگه، اونا هم در شب ناوقت یک لطف کردن، گفتن مهمان عزیز ما هستین، یک مال ذبح کردن، هرچند که ما اصلا روادار به این کار نیستیم و این عرف و عنانات مردم قرغز ما است که بدون از این میگن امکان نداره. و اگر شما هم ما وعده میتونم که هر زمان سفر به پامیر داشتین، هموطنان قرغز ما به می شکل از شما پذیرایی میکنن و شما هم قدرشان را بیشتر و بیشتر بدانین و برشان توجه بکنین و دوستشان داشته باشین. سلامت باشین خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. نان آماده است دیگه، ما شما میریم به سمت نان. بخیر. خوب است، خوب است. یک غذا را با دوستا میخوریم و بعدش با همین مسیر ما را های میدان و تای میدان ادامه میتیم، میریم تا آخرین نقطه افغانستان، تا سرحد چین و اونجا هم چند لحظه صحبت ها را می داشته باشیم. البته که راه هم صعب العبور است، تا قسمت قاری صاحب هم ما را همراهی میکنه، با مو شطور میریم و بعض قسمت ها که باز امکاناتش نبود با پای پیاده و های میدان و تای میدان میریم تا ای که به مقصد نهایی ما برسیم. تشکر. تشکر از شما، سلامت باشید. از شما و جمع دوستایی که اینجا هستن، از این مهمان نوازیتان، از اینکه لطف کردین، سلامت باشین. با عزت باشین. تشکر از اینکه شما آمدین و همکارایتان، از حال احوال و از حال ما مردم خبر گرفتین. لطف زیاد، سپاس فراوان، تشکری زیاد قابل تانه نداره. ما هر مهمانی که بیایه قدر عزتش میکنیم و شما مهمان عزیزی بالا مقام و بالا مرتبه بودین. دیگه برای شما یک مال ما ذبح کردیم. بزرگوار هستین، بخیر باشین. رسم و زنده باشین، بخیر باشین. این رسم و عناناتی ما مردم است که یک میمان از رای دور می آید،
که باز او میمان که صاحب احترام، صاحب عزت، صاحب قدر بوده باشه، ما برش مال ذبح میکنیم. قربانتان، بسیار زیاد تشکر شه. و میمان که در میایه او باز یعنی مال که ما ذبح میکنیم، این یک رتبه بندی یا درجه بندی داره. مثلا مهمانی که کلانتر است یا صاحب مقام است، برای از ما کله را میتیم برش. حالی شما که است مهمانی با قدر با عزت ما هستین، ما برای شما کله را میتیم. بعد از دو سلامت باشین. قدر بعد از دو مقام دوم یا رتبه دوم شکی است، اینی داره. ای است ای یک مقداری قبرغه و یک مقداری کمر و همراه با گوشت یک بغلش است. بعد از ما ایره جنبش میگیم اینه ای است. ایرم به ترتیب است. بعد از او اینه قشقج لیگ است. بعد از او گسپند اگر باشه دنبی گسپند است. ایره نظر به ترتیب ما برای تقسیم میکنیم به مهمان خودمان. وانی هر کدامی از ای یک مقام و یک عزت خاصی خدا دارد. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی ما یک مالک ذبح میکنیم در سرزمین پامیرات، چی پامیر خرد باشه چی پامیر کلان، ما مردم قرقز انانات ما نینمی است که مالا مکمل پخته میکنیم. مالا مکمل پخته میکنیم، مثل همی طبقوار میاریم به میمان تقدیم میکنیم که خدا کنه میمان ما از ما راضی شوه و دیگه خوش و خوشوقت میمان ما. بسیار زیاد تشکر میکنم. البته که هم مردم ما راضی هستند و ما که در این مدت 13 یا 14 روزی که در پامیر بودیم، بخصوص مهمان نوازی زیادی را از هموطنان ما دیدیم. در تمام افغانستان ما به این شکل است، بخصوص مردم بدخشان ما که واقعا به حد و به اندازه. این بسیار زیاد مقصد است. نه مشکل ندارم. دیگه بازم گوشت هست اینجا. اینی را ما و امروی مکه جعفر بای تقسیم میشیم. این شروعش هست و این گوشت هم به این شکل پخته میکنیم. دیگه کدام موادی که بگی مزه از این را بکشه یا لذت از این را بیشتر بکنه نداریم. به این شکل ساده اما بسیار زیاد مزه‌دار، بخصوص که در یک کلبه غذا را آدم بخوره که صفا است، صمیمیت است و همه بین هم مثل یک مشت استوار ایستاده هستند در کنار هم در روز خوب روز بد، لذت چند برابر میشه. بله واقعا جا داره که تشکرم بکنیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان و بعد شما و شما دیگه یک مسیر بسیار طولانی هم داریم که امکانات دیگه رفتن با موتر هم نیست
و قاری صاحب لطف کرده بر ما یک دو سه دانه شطور آماده ساخته که با عمود گبریم خدا به مقصد نهایی ما یا هم به منزل آخر ما برسانیم. چرا حتما نه، سلامت باشین. از اینکه شما از راه دور آمدین دیگه تکلیفتان رو ببخشین. خواهش میکنم، زحمت کشیدین. شما با تکلیف شدین، شما با زحمت خوب... نور دیده ما هستین. قاری صاحب محترم، بسیار زیاد تشکر میکنم از مهمان نوازیتان، از این کمی رسم و عنانات گذشته و فعلا مردم قرغز ما را بر ما به تصویر کشیدین و از همه غذای مزه‌دارم بسیار زیاد تشکر میکنم، لطف کردین. دیگه ضمن از او دوستا فعلا هم یک سفر طولانی داریم، البته که این سفر ما برخلاف دیگه سفرهای ما باید با می شطرهایی که شما میبینین، شطرهای دو کوهانه، با اینمی سفر ما را به مقصد نهایی ما منزل بکنیم. دیگه ببینیم که چی میشه، توکل ما هم به خدا. سلامت باشین باسه جان، با عزت باشین. دیگه از این طرف که هست رای موتر نیست، رای موتر نیست، به زمین خاطر با شطرا میریم. شما هم همیشه وقت رفت آمدتان با شطر است یا خیر؟ ما زیادتر وقت رفت آمد ما با شطر است. دیگه اسب است، حالی گرچ که اسب نیست، از شطر ناگزیر استفاده میکنه. خب بسیار خوب. باز شطر میتونه در رای بسیار دشواران بره یا خیر؟ بله، شطر که از میتونه یکی نرم، آهسته، بسیار خوب میره. دیگه میتونه راههایی که زیاد طولانی مدت باشه شطر تحمل شه. حال عزیزه، با شطر چند ساعت راه دیگه باید ما منزل کنیم؟ عزیز با شطر یک سه ساعت. سه ساعت. بله. سوار شوین، مشکل نداره. سوار شوین. دیگه از چیز ما کم بگیرین، درست؟ بسم الله. دیگه بسم الله دسته منزله بلا شدیم. دو دیگهش ما سوار شو. دوستان ما فکر میکنم که یک سه منزل تخت افترم یک سه منزل از زمین ارتفاع گرفتیم. دیگه فقط ناراحت دویم میشیم که سر ازی شطرک ظلم نشه. بخیر. دیگه آیست آیسته قدم زده همین مسیر ما را تای میدان ادامه میتیم. ما را همراهی بکنین. بخیر، میریم به آخرین نقطه افغانستان. دوستا و هموطنای عزیزم، یکی از پر هیجان ترین برنامه های ما و یکی از پر لذت ترین برنامه های ما در طول همقدر وقت این بوده. سوار شدن به شطرم کار سختی است. حالا میتونم دقیقا درک بکنم که نیاکان ما، گذشتگان، زمانی که از این مسیر راه ابریشم عبور و مرور میکردن با چه مشکلاتی خود را به منزل میرساندن. به می شکل کاروانهای بسیار بزرگ روزها و شبها منزل میکردن تا بتونن یک لقمه نان را به خانه هایشان یا هم به خرگاه هایشان بیارن. دیگه های میدان و تای میدان هم در این دیار پر از شکوه و پر از زیبایی با تمام قصه های نگفته ادامه داره و ما هستیم که به می شکل منزل میکنیم تا ای که خود را برسانیم به آخرین نقطه افغانستان، سرحد چین. قاری صاحب، دیگه به می شکل سفر ما و شما هم ادامه داره؟ بله. بسیار خوب.
با می آیستا آیستا میریم تقریبا 3 ساعت را پیاده میریم دیگه. خب ولی چون فصل تابستان است، هوا یک ذره گرم است، گرچه که سردی هم خواست مگم خوب است. اگر زمستان ها برف کی باشه 5 ساعت 5 نیم ساعت تا 6 ساعت ادامه پیدا میکنه. بسیار خوب. خودت چی خاطره داری از این شتر سواری ها؟ یه دیجا خواست. خاطرات ما خود زیاد است. ما که در چند مدت قبلی که سرک نبود دیجا، ما اموال خود خجدی خود از یک جای به دیگه جای توسط همینا انتقال میداده دیگه. از پایان از واخان دیگه غله میگیم ما برش، همین آرد، برنج، روغن، چای، همین چیزا بار کرده دیگه می آوردن. تقریبا 4 روز 5 روز در بر میگرفت. مگر ما که میبینم دیگه از جمله شترهای بسیار قوی و خطرناک هم همی شتره است. بله این شتره که است واقعا در حساب گشنگی، تشنگی و حساب سردی که است مقاومت بسیار خوب دارند، در میتاند مقاومت ایشان داره. خب بسیار خوب. بله واقعا که سفر به پامیر یعنی سفر به یک پاره دیده نشده افغانستان است که هر گوشش پر از زیبایی است، هر گوشش پر از فضایی است که واقعا آدم خیره می سازه، آدم را محو خودش می سازه. دوستا و هموطنای عزیزم، های میدان و تای میدان دریچه است به سوی زیبایی های پنهان و دیده نشده افغانستان. مناظر زیبا که هر کس به نوبه خود آرزو داره فقط و فقط یک بار دیدارش را بکنه. آیستا آیستا مسیر ما هم ادامه داره، حدود 1 ساعت منزل کردیم دیگه. به می شکل دمی دامنه نزدیکتر شده میریم به مقصد نهایی ما. قاری صاحب چقدر رای دیگه ما باقی مانده؟ تقریبا را نصفش مانده باسه جان. خب نصفش مانده، نصفش چیزی زیادتر مانده. انشاءالله میریم نزدیک است، بخیر میرسیم. میریم بخیر، میریم های میدان تای میدان، های میدان تای میدان، تا ای که برسیم به مو هدف و نهایی ما. انشاءالله شترک ما را میبینین که چقدر خسته شده باشه، ولی جگر ممکن میشه.